فصل 15 سایه به سایه رفتن آوای عمیق قواعد گرگ ها برای زندگی سایه به سایه رفتن یعنی چنان سبک گام برداشتن که بتوان آزادانه و سبک بار در میان جنگل گام برداشت و همه چیز را مشاهده کرد بدون اینکه کسی متوجه شود. گرگ هر کس یا هر چیزی را که از قلمرو به او بگذرد سایه وار تعقیب می کند. این روش او برای جمع‌آوری اطلاعات است. مثل مه ظاهر می شود، به همان شکل محو و دوباره ظاهر می شود. گرگ ها می توانند خیلی آرام و نرم راه بروند. صدایی که آنها تولید می کنند مانند صدای بال زدن خجالتی ترین فرشته هاست. ابتدا آنها پشت سر و سایه به سایه موجودی که کنجکاوی آنها را برانگیخته حرکت می کنند. بعد ناگهان جلوی آن موجود ظاهر می شوند. نیمه صورتشان و یک چشم طلایی رنگشان از پشت درخت معلوم می شود. ناگهان گرگ به سرعت می چرخد و ناپدید می شود و فقط سفیدی دم پرپشتشان را می توان دید. این به معنی سایه به سایه حرکت کردن است. زن وحشی سال هاست که زنان بشری را سایه به سایه تعقیب کرده، اما حالا او دوباره نامرئی شده. با این حال او به شکل‌های گوناگون در زندگی ما ظاهر می‌شود و بیشتر مواقع ما حضور او را در اطرافمان احساس می‌کنیم. او به خواب‌های ما می‌آید یا در داستان‌ها ظاهر می‌شود، به ویژه داستان‌های زندگی‌های شخصی‌مان، به این خاطر که می‌خواهد ببیند ما کیستیم و آیا آماده ملحق شدن به او هستیم یا نه. قرار است که ما ساکن همیشگی آنجا باشیم، نه فقط گردشگری در قلمرو او، زیرا ما از همانجا آمده ایم. آنجا سرزمین مادری و میراث ماست. نیروی وحشی روح و روان ما به دلیلی ما را سایه به سایه تعقیب می کند. گفته قرون وسطایی هست که می گوید اگر شما در هبوط باشید و قدرتی بزرگ در تعقیب شما باشد و اگر این قدرت بزرگ بتواند سایه شما را بگیرد، بعد شما هم به سهم خود می توانید به قدرتی بزرگ تبدیل شوید. نیروی بزرگ و خیرخواه روان می خواهد پنجه هایش را روی سایه ما بیفکند و با این شیوه ما را مطالبه می کند. به محض اینکه زن وحشی سایه های ما را بگیرد، ما دوباره متعلق به خودمان خواهیم شد. دوباره در خانه‌ای که حق ماست خواهیم بود. بیشتر زنان از این ماجرا ترسی ندارند. در حقیقت آنها اشتیاق این پیوند دوباره را دارند. اگر می توانستند همین حالا لانه زن وحشی را پیدا کنند، درون آن شیرجه می زدند و با خوشحالی روی دامنش می پریدند. آنها فقط نیاز دارند در مسیر درست قرار بگیرند، مسیری که همیشه آن پایین است، در عمق کارهای شخص، در اعماق زندگی درونی فرد، در اعماق تونلی که به لانه زن وحشی میرسد. ما جستجو به دنبال زن وحشی را یا از همان زمان که دختر بچه‌ای بودیم شروع کردیم یا آن زمان که بزرگسال بودیم، در میانه تلاشی مشتاقانه احساس کردیم حضوری وحشی و حمایتگر نزدیک من است. ما درون روح خود صدای آشنا که از دور دست ها می آمد را شنیده ایم. لرزش های زمین را حس کرده ایم و از درون فهمیدیم که چیزی قدرتمند و ارزشمند، آزادی رام نشدنی درون ما در جریان است. ما نتوانستیم به آن پشت کنیم، بلکه از آن تبعیت کردیم و شروع کردیم به سایه به سایه رفتن به دنبال زن وحشی. او هم با مهربانی و محبت به دنبال ما آمد. او زوزه کشید و ما هم سعی کردیم پاسخش را بدهیم، حتی پیش از آن که یاد بگیریم چطور به زبان او صحبت کنیم و حتی پیش از آن که بدانیم دقیقاً داریم با چه کسی صحبت می‌کنیم. و او منتظر ما بود.
و ما را تشویق می کرد. این معجزه طبیعت وحشی و غریزی است. بدون معرفت کامل ما می دانستیم. بدون بینش و بصیرت ما فهمیدیم که نیروی معجزه‌وار و دوست داشتنی جایی فراتر از مرزهای صرفاً نفسانی ما وجود دارد. چیزهایی که زنان در طی قرنها گم کرده‌اند را می‌توان دوباره با دنبال کردن سایه‌هایی که از خودشان به جا گذاشتند پیدا کرد. و خدا را شکر کنید، زیرا این گنجینه‌های گم شده یا روبوده شده هنوز هم در میان خواب‌های شبانه و در رویاهای خیالی روزانه و در قدیم در داستان‌های کهن در شعر و لحظات معنوی سایه‌ای از خودشان به جا می‌گذارند. زنان سراسر دنیا، مادر شما، مادر من، شما و من، خواهرتان، دوستتان، دخترانمان، همه ی قبایل زنانی که تا کنون با آنها ملاقاتی نداشته اید، همه ی ما رویا و خواب آنچه که گم شده است را می‌بینیم، آنچه که بعداً باید از ناخودآگاهمان ظهور کند. ما همه در سراسر جهان همان رویا را می‌بینیم. هرگز بدون نقشه نبوده ایم. هرگز بدون یکدیگر نمی مانیم. ما از طریق همین رویاها با هم یکی می شویم. رویاها و خوابها آینه‌ای در عمق ناخودآگاه ما می گذارند تا آنچه که گم کرده ایم را بازتاب کند. ناخودآگاه از طریق خوابها و رویاها دائما تصاویر راهنما تولید می کند. همانند قاره گمشده‌ای افسانه‌ای، سرزمین رویای وحشی از تجسم خوابهای ما برمی‌خیزد، می‌جوشد و جاری می‌شود تا پناهگاهی از جنس سرزمین مادری برای همه ما بسازد. این قاره دانش و خرد ماست، سرزمین خیشتن ماست و این چیزی است که ما در رویا می‌بینیم. ما کهن الگوی زن وحشی را می‌بینیم. رویای یکی شدن با او را. ما شبی در پی شبی دیگر از همین خوابها و رویاها متولد می شویم و دوباره به دنیا می آییم. وقتی به صبح بر می گردیم یک مشت مو در دستمان است. کف پایمان خاکی شده. موهایمان بوی اقیانوس، جنگل یا هیزم به خود گرفته است. ما از آن مکان وحشی سفر می کنیم تا جلوی کامپیوتر بنشینیم. با اجاق گاز کار کنیم، کنار پنجره بایستیم، جلوی معلم پاسخگو باشیم، به این دنیا می آییم تا کتاب بخوانیم، کار مشتری را راه بیاندازیم. ما نفس وحش را در کارهای شرکتمان، در خلاقیت‌های تجاریمان، در تصمیماتمان، هنرمان، کار دست و قلبمان، سیاستمان، معنویاتمان، برنامه‌هایمان، زندگی خانوادگیمان، تحصیلاتمان، صنعتمان، امور خارجه‌مان، آزادی، حقوق و وظایفمان می‌دمیم. زنانگی وحشی نه تنها در تمام دنیاها ماندگار است، بلکه همه دنیاها را پایدار کنار هم نگه می‌دارد. بیایید اینطور ادعا کنیم که ما زنان در حال ساختن سرزمین مادری هستیم. هر کدام از ما با تکه خاکی که از یک خواب شبانه یا کار روزانه به دست آورده ایم در این ساختن مشارکت می کنیم. ما داریم آرام آرام این خاک را در دایره های بزرگ و بزرگتر می پراکنیم. روزی می رسد که سرزمینی به هم پیوسته خواهیم داشت که از احیای سرزمین های مرده به وجود آمده. دنیای روان با تمام دنیاها برابر است و همزیستی می کند.
این دنیایی است که از زندگی واقعی ما ساخته شده، از گریه های ما، خنده های ما، استخوان های ما. این دنیایی است که ارزش ساخته شدن دارد، دنیایی که ارزش زیستن دارد، دنیایی که در آن عقل سالم، وحشی و غالب حکومت می کند. وقتی به احیای مجدد فکر می کنیم، ممکن است تصویر بولدوزرها و نجارها و بازسازی سازه های قدیمی به ذهنمان بیاید. کلمه احیا از واژه قدیمی reclamation که در زبان فرانسوی reclamer گفته می شود مشتق شده. به معنی فراخوانی شاهی نیست که به آن اجازه پرواز دادند. بله. بازسازی یعنی چیزی که باعث شود با صدا زدن نیروی از دنیای وحش بازگردد. اگر قرار است چیزی تغییر کند، این ما هستیم. ما حامل آن زن هستیم که همه چیز را می داند. اگر قرار است تغییری درونی صورت بگیرد، زنان خودشان باید انجامش دهند. اگر قرار است دنیا تغییر کند، ما زنان شیوه خودمان برای کمک به دستیابی به این تغییر را داریم. زن وحشی عباراتی را در گوش ما نجوا می کند و راه را به ما نشان می دهد و ما به دنبالش می رویم. او می دود و می ایستد و منتظر است که ببیند آیا ما می رسیم یا نه. او چیزهای زیادی دارد تا به ما نشان بدهد. بنابراین خطر کنید. جرأت کنید، راه‌های منع شده را امتحان کنید. زمین را بکنید و به عمیق‌ترین استخوان‌های ممکن برسید. باید به جنبه‌های زنانه، مردانه، کودکانه و زمین وحشی و طبیعی‌مان میوه بدهیم و آنها را تغذیه کنیم. از عشق و غرایز خوب خود استفاده کنید تا بدانید که کی باید بغرید، کی عقب خیز بردارید، کی بجهید، کی بکشید، کی عقب نشینی کنید و کی تا صبح زوزه بکشید. برای زندگی کردن نزدیک به این وحشی مقدس، زنان باید بیشتر سر تکان دهند، بیشتر سر ریز کنند، بیشتر شمع شهودی داشته باشند، بیشتر زندگی خلاقانه داشته باشند، بیشتر کثیف شوند، بیشتر خلوت کنند، بیشتر دور همیهای زنانه بروند، زندگی طبیعی بیشتری داشته باشند، آتش بیشتر، روح بیشتر، ایده ها و حرف های پخته تری داشته باشند. او باید پوست بیاندازد، مسیرهای قدیمی را بپیماید، خرد غریزیش را به کار بگیرد. ما می توانیم عضویت در قبیله زخمی های باستان را اعلام کنیم، زخم های مبارزه های خودمان را داشته باشیم، رازهایمان را روی دیوارها بنویسیم، از شرمگین بودن اجتناب کنیم، راه را بیابیم و جلو برویم. بیایید دیگر خشمگین نباشیم. در عوض بیایید از خشم قدرت بگیریم. همه اینها کمک می کنند ما زیرکانه تر و ماهرانه تر رفتار کنیم و از خرد زنانه‌مان بهره ببریم.
بیایید به ذهنمان بسپاریم که بهترین نمیتواند و نباید که پنهان بماند. مراقبه، تحصیل، تحلیل همه خوابها، دانش همه خدایان پهنه سبز هیچ ارزشی نخواهند داشت اگر آنها را برای خودمان یا چند نفر دیگر نگه داریم. پس بیرون بزنید، هر کجا که هستید بیرون بیایید، رد پاهای عمیق به جای بگذارید، زیرا شما می توانید آن پیرزن روی صندلی گهواره‌ای باشید که انقدر ایده ها و فکرها را به عقب و جلو تاب می دهد که از نو جوان می شوند. آن زن شجاع و صبور در داستان خرس هلال ماه باشید که یاد گرفت چطور از میان توهمات ببیند. مانند دخترک کبریت فروش، ذهنتان را با سوزاندن کبریت ها و خیالات پر نکنید. بایستید تا مانند جوجه اردک زشت گروه خودتان را بیابید. رودخانه خلاق را پاکسازی کنید تا زن گریان بتواند آنچه که متعلق به اوست پیدا کند. مانند دوشیزه بی‌دست بگذارید قلب صبورتان در سراسر جنگل شما را هدایت کند. مانند ماده گرگ استخوان‌های ارزشمند گم شده را جمع کنید و آنها را به زندگی فرا بخوانید. تا آنجا که می توانید ببخشید، کمی فراموش کنید و زیاد خلق کنید. آنچه که امروز انجام می دهید روی نسلتان در آینده اثر می گذارد. دختران 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 شما احتمالاً شما را به یاد می آورند و مهمتر از همه این که رد پای شما را دنبال می کنند. راه‌های زندگی با طبیعت غریزی بسیار زیادند و پاسخ‌هایی که به سوالات شما می‌دهند با تغییر شما و جهان تغییر می‌کنند. بنابراین نمی‌شود گفت که این کارها را بکن و بعد با ترتیبی خاص همه چیز درست خواهد شد. اما در طول زندگیم که روی گرگ‌ها مطالعه می‌کردم، سعی کردم بفهمم آنها چطور بیشتر مواقع در هماهنگی کامل زندگی می‌کنند. بنابراین با هدف خیرخواهانه به شما پیشنهاد می‌کنم همین حالا با یکی از نکات فهرست زیر شروع به کار کنید. برای آنهایی که در حال مبارزه هستند، اگر از شماره 10 شروع کنند، کمک بزرگی به آنها می کند. قواعد کلی گرگ ها برای زندگی. بخور. استراحت کن. گاهی به گردش برو. وفادار باش. بچه ها را دوست بدار. در نور ماه درد و دل کن. گوشهایت را تیز کن. از استخوان‌ها مراقبت کن. عشق بورز. اغلب زوزه بکش. حرف آخر
داستان به عنوان دارو. داستان ها مثل دارو هستند. هر کجا که داستانی گفته می شود، شب از راه می رسد. مهم نیست کجا ساکن باشیم. مهم نیست چه زمانی باشد و در کدام فصل باشیم. گفتن داستان باعث می شود آسمانی پرستاره و ماهی نورانی از گوشه آسمان نمایان شود و بالای سر شنوندگان داستان شناور شود. گاهی با پایان داستان اتاق پر از نور صبحگاهی شده. گاهی هم ستاره ای از ستارگان شب جا مانده. گاهی اوقات هم پاره های از آسمانی طوفانی به جای می ماند. و هر آنچه که باقی مانده شهامت برای کار کردن است. برای استفاده کردن در راه ساختن روح. داستان به هر شیوه ممکن فقط از طریق سخت کوشی و کار زیاد به بار می آید. از کار سخت فکری و روحی و خانوادگی و جسمی منسجم حاصل می شود. هرگز به یک چشم برهم زدن درست نمی شود یا مطالعه در اوقات فراغت. کاری نیست که به سادگی در آسایشی مطبوع و دلنشین بشود انجامش داد. حتی در یک ذهن عمیق و پرشور اما غیر متعهد هم رشد نمی کند. به علاوه نمی تواند در محیط های جمعی اما تو خالی زندگی کند. داستان را نمی شود مطالعه کرد. داستان از طریق ادغام شدن، از طریق زندگی کردن نزدیک کسانی که داستانها را می شناسند و آنها را زندگی می کنند و می آموزند می شود آموخت. در آداب و رسوم کهن و یک پارچه شفاگران همه جزئیات با دقت در برابر سنت ها سنجیده می شوند. این که چه زمانی داستان تعریف شود، کدام داستان را بگویند و برای چه کسی گفته شود، چقدر طول بکشد و به چه شکلی از چه کلماتی استفاده شود و تحت چه شرایطی گفته شود. ما با دقت زمان، مکان، سلامت یا عدم سلامت فرد، شرایط درونی فرد و زندگی بیرونی او و چندین عوامل مهم دیگر را در نظر می گیریم تا به درمان مورد نیاز برسیم. برای استفاده از داستان به عنوان دارو باید به دقت آموزش ببینیم تا بدانیم کدام کار را چه زمانی انجام دهیم، اما مهمتر از آن ما یاد می‌گیریم که چه کاری را انجام ندهیم. این شاید بیشتر از هر مورد دیگری داستانگویی به عنوان سرگرمی که به نوبه خود ارزشمند است را از داستانگویی به عنوان دارو جدا می کند. ریشه های قصه گویی در بی زمانی وجود دارد. قصه گو داستان و معرفت درمانی که در آن هست را به اشخاص دیگر منتقل می کند یا به صورت بذری در دیگران می کارد. بذرها مردمی هستند که استعداد ذاتی دارند. آنها این داستانها را برای آیندگان حفظ می کنند. آنها امید قصه گویان پیر هستند. این دوره های زمانی آموزش را نمی توان کنار گذاشت یا امروزی کرد. آنها را نمی توان طی تعطیلات آخر هفته یا در یک دوره چند ساله آموخت. نیاز است که آنها را در دوره‌های زمانی طی چندین فصل بیاموزیم و مهم است که آنها را پیش پا افتاده تلقی نکنیم، تغییرشان ندهیم یا از آنها سوء استفاده نکنیم. زمانی که به دلایل اشتباه از آنها استفاده می‌شود یا زمانی که به درستی و با نیات خوب از آن استفاده شده اما با جهل آمیخته شده است، تأثیر درمان کننده‌ای نخواهد داشت. چگونگی انتخاب بذرها فرایند پر رمز و رازی دارد که تعریف دقیق آن را به جز برای آنهایی که آن را به خوبی می شناسند نمی توان گفت.
زیرا آنها نه بر طبق قواعد خاص یا تصورات، بلکه بر رابطه با قدمت و رودررویی با یک شخص دیگر تنظیم شده است. افراد پیر افراد جوان را انتخاب می کنند و آنها هم کس دیگری را. اما گاهی اوقات آنها در مسیرشان اتفاقی یکدیگر را پیدا می کنند و طوری یکدیگر را می شناسند که انگار سالها با هم دوست بودند. به نوعی افراد مستعد از کودکی مشخص می شوند. بزرگ سالانی که این استعداد را دارند مرتب به دنبال کسانی می گردند که بدون پوست هستند. کسی که احساسش انقدر زیاد و عمیق است که می تواند علاوه بر مشاهده الگوهای وسیع تر زندگی، جزئیات ریز را هم به خوبی ببیند. آموزش شفاگران، قصه گویان و داستان سرایان خیلی شبیه به هم است. در میراث من اینطور تلقی می شود که داستان ها مانند خالکوبی کمرنگ یا همان خال سرنوشتی است که روی پوست کسانی که آنها را زندگی کرده اند حک می شود. آنها باور دارند که استعداد شفادهندگی از خواندن این نوشته های کمرنگ روی روح و پرورش آنچه که از آنها فهمیده می شود نشأت می گیرد. یک داستان فقط یک داستان نیست، بلکه هسته زندگی یک شخص است. روح زندگی او و آشنایی دست اول آنها با مفاهیمی که داستان را به دارو تبدیل می کند. دست به دست کردن داستان مسئولیتی بزرگ است. نقل قولی در خانواده من هست که می گوید، نگهبانان داستان‌ها مزدشان را از شما می‌گیرند، یعنی مجبورتان می‌کنند که نوع خاصی از زندگی را زندگی کنید. با انضباطی روزمره شما را وادار به سال‌ها مطالعه می‌کنند، نه مطالعه‌های منفعلانه که نفس آنها را تأیید می‌کند، بلکه مطالعاتی که بر اساس الگوها و نیازهای خاصی طرح شده‌اند. در سنت قصه گویان چیزی هست به نام مهمان، به معنی صندلی خالی. این در هر قصه گویی به شیوهی حضور دارد. گاهی اوقات در طول نقل یک داستان روح یک یا چند شنونده می آیند و روی صندلی های خالی می نشینند، زیرا این یک نیاز است. این مهمانان از نیاز همه حرف می زنند. داستان‌های موروثی خانواده‌ها به محض اینکه افراد سالخورده بمیرند، برای همیشه از بین می‌روند. من سرسختانه حامی کسانی هستم که میراث فرهنگی خودشان را احیا و حفظ می‌کنند و از مرگ در اثر بی‌توجهی نجات می‌دهند. البته افراد پیر هستند که استخوان‌های ساختارهای شفادهنده و روحی را حفظ می‌کنند. به مردم خودتان و به زندگی خودتان نگاه کنید. تصادفی نیست که این توصیه اکیداً در میان شفادهندگان و نویسندگان بزرگ مطرح شده است. به زندگی واقعی خودتان نگاه کنید. این نوع داستان‌ها را هرگز در میان کتاب‌ها نخواهید یافت. این داستان‌ها از روایات شاهدان عینی برآمده‌اند. کندوکاو درست و صحیح در میان داستان‌های از زندگی خودتان
مردمانی که می شناسید و رویدادهای دنیای امروز این معنی را دارد که ناراحتی ها و امتحاناتی در کار خواهد بود. اگر تا کنون آنها را تجربه کرده اید، بدانید که در مسیر درستی قرار دارید. بند انگشتان ساییده شده، خوابیدن روی زمین سرد نه یک بار بلکه بارها و بارها، کورمال رفتن در تاریکی، پیاده روی در شب، افشاگری هایی که لرزه به استخوانتان می اندازند و ماجراجویی هایی که مو بر تنتان سیخ می کنند، اینها چیزهای با ارزشی هستند. باید در اتفاقات و حوادث زندگیتان کمی خون باشد. در هر داستانی، در هر جنبه ای از زندگی شخصیتان اگر قرار است اعتبار داشته باشد، اگر شخصی هستید که داروی حقیقی را حمل می کنید. امیدوارم بیرون بروید و بگذارید داستانها که زندگی شما هستند برایتان اتفاق بیفتند و اینکه بر روی این داستانهایی که از زندگی خودتان است، زندگی شخصی خودتان نه زندگی کس دیگری، کار کنید. آنها را با خون و اشک و خنده هایتان آبیاری کنید تا شکوفه دهند و شما را شکوفا کنند. کار شما این است. این تنها کاری است که باید بکنید.